میگه من در خواب شبی خوابیده بودم، دیدم که روز قیامت و حساب کتاب ماست. روایت داریم ولی باید آخرش میگم بهش. میگه دیدم که اتفاق روز قیامت حساب کتابه. تا نوبت من برسه با خودم گفتم خب دیگه من آمادشم برم دیگه تو بهشت، دیگه نوبت ماست، نوبت من برسیدی اوکی دیگه، دیگه چی کار میخواستم بکنم، هم جنگ رو ردم، جانباز شدم، فلان فلان فلان، همه رو توضیح دادم. میگه رسید به من گفت خب بگو ببینم چیکار کردی. قبل از که بهش بگه چیکار کردی یه حساب کتاب کرد، پرونده عملش رو باز کرد، گفت اینو ببرید بندازید جهنم، همین جوری اینو ببرید بندازید تو جهنم. میگه بابا پریدم بالا پایین، بابا من خیلی کارا رو انجام دادم، چرا من یه ذره جهنم برم؟ میگه گفت خب بگو ببینم چه کاری انجام دادی. گفت من رفتم جنگ. گفتم که وظیفت بود، جهاد بود، اگه نبود الان خود زن و بچت اسیر میشد. آقا استاد دانشگاه بودم و کتابم نوشتم، زکات علم نشر و نشر وظیفت بعد زکات علم تو میدادی، بعد میشه آموزش میدادی، کتاب نوشتی، وظیفت بود، بهت دادیم که بدی، تو اینجا هیچ کاری، ما بهت سواد دادیم. آقا این کارو کردم، اون کارو کرد. میگه هر چی گفتم و جواب منطقی داد دهنم بسته شد. میگه خب آقا اصلا تو بگو، موکل و فرشته بگو، آقا تو بگو من چی میابردم که اینجا دیگه بعد قبول. گفت چی کار برای امام زمانت کردی؟ چی کار برای امام زمانت کردی؟ اول از همه چی، پایه از همه چی، میگه هر کس بمیرد امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. مرگ جاهلیت رو من نمیخوام توضیح بدم، فقط یه کلیشو بگم. جاهل کسیه که از رحمت خدا به دوره، با هیچ چیزی که به خدا ربط داره بهش نمیرسه. روز قیامت اینا تا آخر سرگردونن در بیاد، حالا چه عذابایی داره بماند، بدتر از این نداریم. یعنی میگن بزرگترین چیزی که هست این که خدا رحمت شاید رو کسی برداره. آقا اول باید امام زمان تو بشناسی تا بتونی براش کاری انجام بدی. اینجاست حرف امیرالمؤمنین قشنگ میشه توی نهج البلاغه. خطبه دوم چی میگه؟ اول دین معرفت الله، اول و پایه و اساس دین باید معرفت و شناخت به امام زمان داشته باشه. معرفت الله به خدا، زمانی خدا رو میتونی بشناسی که اسباب خدا رو بشناسی. شما اگه اسباب خدای چیزایی که خدا رو دارن معرفی میکنن، قرآن داره خدا رو معرفی میکنه، امام زمان رسول خدا داره خدا رو معرفی میکنه، قرآن اوورد به عنوان وحی و داره میگه خدا اینجوریست و از این خوشش میاد و از این بعدش میاد، این ثواب است، این حرام است، این حلال است، تا این رو نگه من نمیفهمم که خدا چی میخواد. بس سلام، نامش رو کم تمام. یعنی تا وقتی که من نفهمم این قرآن، این امام زمانم چیه، حرفش رو نمیفهمم، وقتی هم نفهمم خدامو نمیشناسم. پس میگه اول باید امام زمانتو بشناسی تا به مرگ جاهلیت نمیری. زندگی فقط شب و روز کردن و کار کردن نیست، وگرنه حیوانات هم همین حالتو دارن. حیوانات هم شب و روز میکنن، روز و شب میکنن، زندگی هم تشکیل میدن دیگه، خیلی راحت، فقط در سر ندارن، اعصابشو بخورن. ما آدم ها اعصابش هم میخوریم. فرق ما با حیوانا در عقل، عقلی که برای خدا کار کنه، شده برای قرآن، شده برای اهل بیت، دست کنه تو جیبه بگی اصلا برای مهم نیست، چون مال قرآن هم، چون مال خداست. شده برای قرآن، برای اهل بیت بگید از این پاهام، از این بدنم برای این راه استفاده میکنم، چون اینها خدا داده، در راه خودش هم میخوام مثلا کارم هم دارم میکنم، رزق روزی حلال، زندگی من هم دارم حلال. ولی اما اینجاست، اما چی میگه؟ اینکه چقدرشو برای شناسایی راه خدا گذاشتی. شناسایی راه خدا غیر از اهل بیت و قرآن نیست. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و فطرتی، دو تا چیز گرانبها پیش شما میذارم، رسول خدا گفته، قرآن
بهله بیت. یه جا دیگه هم قشنگ برمیاد میگه که احادیث زیاد هست همین حدیث رو خیلی رسول اکرم تکرار کرده. بعضی جا گفته کتاب الله و ولایت علی ابن ابی طالب، گفته قشنگ گفته حدیث داریم. و ولایت امیرالمومنین یعنی ولایت امام حسن، یعنی ولایت امام حسین. الان ولایت بعد امام زمان رو داشته باشی، همش نشود که شب و روز کار کنیم، شب و روز بخوابیم، شب و روز بخوریم. اینجاست آدم ها افسرده میشن، اینجا آدم ها استرس دارن، اینجاست که آدم ها آرامش ندارن تو زندگیشون. چرا؟ چون زندگیشون پوچ میبینن، هی میگه بابا شبم روز شو روزم شب. کجا همش براش جذابیت داره؟ کاری که برای قرآن میکنی، کاری که برای امام حسین میکنی، برای اهل بیت میکنی، اینجا باعث میشه آرامش بگیری. وگرنه شب و روزت اصلا نمیفهمی برای چی داری زندگی میکنی. ولی وقتی برای قرآن و اهل بیت وقت میذاری، ناخودآگاه هی میخوای بیشتر زندگی کنی، هی میخوای بیشتر ساعت وقت. بعضی وقتا بچه‌ها میگن به شوخی، ولی جدی دارم میگم، میگم کاش که وقت من 34 ساعت بود، وقتم نمیرسه. چرا 34 ساعت بود؟ نه اینکه بیشتر بخوابم، بیشتر بخورم، وقت بتونیم بکنیم برای قرآن و اهل بیت کار کنیم. این ارزش داره.